امروز اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم اممالی رحمان با دایره وسیع نمایندگانی وسایط اخباری اممای دولتی ملاقات کردند. در ملاقات رهبران شبکه‌های دولتی تلویزیون و رادیوی تاجیکستان، کارمندان ایجادی و تکنیکی تلویزیون و رادیوهای جمهوری، سرمحرران روزنامه و مجله‌های دولتی، هفتنامه‌های حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان، نمایندگان خدمات‌های مطبوعاتی وزارت و کمیته‌ها و اداره‌های دولتی کشور اشتراک کردند. هدف وقوعی نتیجه‌گیری فعالیت وسایط اخباری عمومی در جامعه معاصر همچون فیشنگ اساسی ترغیب سیاست دولت و حکومت کشور و بررسی سطح و صفت برنامه‌های تلویزیون و رادیوهای دولتی و مطبوعات دوره بود که ضمن برآمد خود پرزیدنت مملکت محترم اممالی رحمان با تحلیل‌های عمیق اوید به برد و باخت کار ساحه، اصلاح کمبودی‌ها و به مردم رسانیدن هدف‌های سیاسی و استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان اندیشه‌رانی کردند. تأکید گردید که در زمانی معاصر و روند با سرعت و زود تغییرنده جامعه جهانی و وضع مرکب سیاسی در یک قطار کشورهای عالم، نمایندگان وسایط اخباری عمومی را ضرور است که برای مردم به طور فوری رساندن آرایداد و واقعه‌ها را فعال باشند. با استفاده از تمام شرایط مادی و تکنیکی و نیروی ذهنی با تهیه برنامه‌های هدف‌رس بیننده، خواننده و شنونده خود را از وضع جهان آگاه سازند. به خاطر حفظ امن و ثبات و وحدت و یگانگی مردم اینچنین امین نگاه داشتن از تاثیر منفی بیرونه برنامه‌های نشان‌رس تهیه کرده شود. ضمن سخنرانی خود پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم اممالی رحمان ذکر کردند که در دوران صاحب استقلالی از جانب حکومت کشور برای پر کردن فضای اطلاعاتی با اطلاع و فراغت غنی گردانیدن مردم شبکه‌های نوی دولتی تلویزیون و رادیو را تأسیس داد. رهبریت و مسئولین صحای تلویزیون و رادیو وظیفه دار گردیدند که با استفاده از تمام امکان و شرایط مساعد و روزنامه‌نگاران ورزیده برنامه‌های بلند مضمون بهره ترغیب طبیعت کشور، نعمت‌های مادی و معنوی و دیگر دستاوردهای مردم را وسیع انعکاس نمایند. نمایندگان وسایط اخباری عمومی را ضرور است که با هر یک رویداد و واقعه‌های عالم واکنش نشان دهند و موادهای تحلیلی را تهیه و پیشکش نمایند. سرور دولت ابراز داشتند که شما رهبران وسایط اخباری عمومی باید سپری با اعتماد حفظ منفعت‌های ملی، ارزش‌های تاریخی و فرهنگی، دستاوردهای استقلالیت کشور عزیزمان باشد، زیرا وسایط اخباری عمومی وطنی برای انجام دادن این کار امکانیت کافی ذهنی و تکنیکی دارند. از جانب دولت و حکومت در همه ساحه‌های خواجگی خلق مملکت در دایره اصلاحات بخش‌های برنامه‌های دولتی تهیه گردیده است. انعکاس جریان تطبیق این برنامه‌ها نیز از روزنامه‌نگاران مسئولیت دیگر را طلب می‌کند. تأکید گردید که هنگام تهیه برنامه‌ها باید اهل ایجاد به مضمون و محتوا، سطح و صفت برنامه‌ها دقت اولین درجه دهند. روزنامه‌نگاران با آماده کردن برنامه‌های هدف‌رس یکجا با اهل جامعه می‌توانند در سهم مبارزه تحت خطرهای جهانی معاصر، بیگانه‌پرستی و خرافات بعضی گروه‌های اشخاص ناآگاه در ضمیر نسل امروز جای دادن حس بلند وطنداری و وطنخواهی سهم ارزنده گذارند. همه برنامه‌ها در شبکه‌های دولتی باید با در نظر داشت منافع دولت و ملت با زبان ادبی تاجیکی و سطح بلند کسبی تهیه کرده شوند. تأکید گردید که در شرایط امروزه جهانی جهانی شوی و روند جهانی شوی وضع مرکب سیاسی منطقه و جهان از هر یک فرد کشور تقاضا میکند که بیش از هر وقت آگاه باشند، زیرا که سیاسی را از دست ندهند، وابسته به رویدادهای عالم سری وقت چاره اندیشی نمایند و در بعضی موردها واکنش نشان دهند. نمایندگان وسایط اخباری عمومی باید به مردم بیننده، شنونده و خواننده خود مضمون و محتوای واقعی رویدادها را رسانند. در ترغیب و تشویق غایه‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان، نشاندهنده‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و دیگر دستور و سپارش‌های حکومت سهم‌گذار باشند. همزمان باید به این نوبت گرفته شود که موادهای واقعی با تحلیل‌های عمیق و رقم‌های دقیق و هدف‌رس تهیه گردند. مسئله فراگیری پخش برنامه‌های تلویزیون و رادیوی دولتی در سراسر کشور نیز از مسئله‌های مهم ملاقات امروزه بود، زیرا تحلیل‌ها نشان دادند که برنامه‌ها به طور پوره در منطقه‌های جمهوری پخش نمی‌گردند. اهل موشوی تلویزیون تاجیکستان 99%، سفینه 84%، بهارستان 84% و جهان‌نما 75% حدود مملکت را فرا گرفتند که با در نظر داشت وضعیت در فضای اطلاعاتی قانع کننده نیست.
از این رو راهبری دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رحمان آزاده امام‌علی وظیفه‌دار گردیدند که با تأسیس کمیسه با صلاحیت و با گذراندن مانیتورینگ مسئله پخش برنامه‌ها را در سراسر جمهوری تحلیل و برای اصلاحات کمبودها چاره‌اندیشی نمایند. سرور دولت از ترغیب و تشویق پرزیدنت توسط کلیپ‌های موسیقی استوری نگرانی کردند و روبرویت کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سپری شدند که به جای این تلاش و زحمت‌های مردم محنتکش جمهوری دستاوردهای ارزنده کشور و طبیعت زیبا و نوتکرار سرزمین اجدادی واسه انعکاس کرده شود. پیشوای ملت توجه کارمندان شبکه‌های تلویزیونی و رادیو را به یک قطار کمبودی و مشکلی حل طلب جلب کردند. از جمله تاکید داشتند که انعکاس سری وقتی حادثه‌ها، رویداد و واقعه‌های عالم در تلویزیون و رادیو تا هنوز سست براه مانده شده است. اکثر موارد ژورنالیستان به تیاری پیشکی به افیر می‌برند. برنامه‌های تحلیلی اوید به افزای جامعه جهانی و تاثیر روندهای ژئوپلیتیکی جهان به تاجیکستان عموماً دیدن نمی‌شوند. ترغیب هنرهای مردمی و طرز تیار کردن طعام‌های ملی واقعیت حال را نشان ندادند، برعکس با بعضی کسب و هنرهای مردمی نظر رویاکی و غیر کسبی ظاهر می‌گردد. آموزش و تربیت متخصصان کسبی در اکادمی وسایت اخباری عموم تا به حال نتیجه‌های دلخواه نداده است. سطح دانستن زبان‌های خارجی در تلویزیون و رادیو خیلی پست است و سبب در چاره‌بینی‌های سطح بین‌المللی اشتراک نکردن ژورنالیستان این ندانستن زبان‌های خارجی است. نمایش‌هایی که هر هفته تماشابینان انتظار شوند قریب که دیده نمی‌شوند و شوراهای بدیهی و راهبران برنامه‌های موسیقی باید تنها هنرمندان کسبی را اجازه به افیر برآمدن دهند. پرزیدنت مملکت بعد تحلیل پوره وضع ساحه و بعد از نظر گرفتن تحلیل ذکر شده جهت به طلبات زمانی معاصر جوابگو ساختن فعالیت وسایط اخباری عامه در کشور عملی‌سازی یک قطار چاره‌بینی‌ها را پیشنهاد کردند. از جمله برای جوابگو کردن محتوای برنامه‌های تلویزیون و رادیو و رویدادهای جهان، منطقه، کشور و حفظ منفعت‌های ملی تاجیکستان تهیه برنامه‌های جدی تحلیلی با جلب کارشناسان و ایده انعنه تهیه فیلم‌های تلویزیونی چاره‌های ایلاوگی اندیشیده شوند. در شبکه‌های تلویزیونی دولتی با نمایش برنامه و فیلم‌های تاثیررسان، مطلب‌های نشان‌رس و فاش‌کننده هدف‌های خطربار حرکت و سازمان‌های تروریستی و اکستریمیستی، اینچنین نوارهای جوابگو به حفظ منفعت‌های دولت‌داری ملی افضلیت بیشتر داده شود. منتظم برنامه‌ها اوید به کشفیات و اختراعات جدید علم و تکنیک، تشکل جهان‌بینی و سعی علمی، آشکار کردن سبب و واقعیت رویدادهای عالم تهیه گردند. کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سامانه‌های مخصوص برای پخش کردن خبر و نویدها در بین مهاجران تاجیک و عموما تاجیکان برون مرزی تأسیس دهند. سرور دولت تاکید داشتند که با مقصد باز هم بهتر نمودن صفت برنامه‌ها، بازه مادی و تکنیکی و آماده کردن کادرهای بلند اختصاصی ساحه تلویزیون و رادیو ضرور است که برنامه رشد تلویزیون و رادیو ملی، اینچنین برنامه رشد پخش تلویزیون رقمی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2024 تهیه و پیشنهاد گردد. امروز در سراسر کشور به خاطر استقبال سازوار 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از طرف حکومت مملکت و صاحبکاران وطن دوست بنیاد صدها انشاءات تعینات گوناگون ادامه دارد. از روزنامه‌نگاران دعوت به عمل آورده شد که در وقت تهیه موادها و تنها رفت ساختمان، بلکه هدف‌های سازنده دولت و حکومت را به بیننده رسانند. امروز تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شکرجان ظهوروف جلسه نوبتی اجلاسی پنجم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت پنجم برگزار گردید. وکیلان مردمی در آغاز اجلاسی پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سر اودیتوری پالاته حسابی جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن آدینه‌زاده محمدی را جانبداری نموده، پروتکل اوید به وارد نمودن اضافه و سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری ازبکستان درباره گذرگاه‌های سرحدی دولتی از 12 فوریه سال 2002، قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر اضافه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره خواجگی‌داری و استحصالات بیولوژی و قانون جمهوری تاجیکستان درباره بیرون برآوردن و وارد نمودن ثروت‌های تاریخی و فرهنگی را مورد بررسی همه‌جانبه قرار دادند. در فرجام اجلاس وکیلان مجلس نمایندگان از روی همه مسائل بررسی گردیده قرارهای دخلدار قبول نمودند.